تفسیر قرآن کریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انتقنی بالهدى والهمن التقوى. سر سفره قرآن هستیم، هر آیه رو چند دقیقه ساده فشرده روان قطعه‌ای تفسیر میکنیم. از اول قرآن که شروع کردیم به جزء 9 سوره اعراف و آیه 146 رسیدیم. حالا آیه 146 که نسبتاً آیه بزرگ 4 سطریه، بشنوید. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. به زودی منصرف میکنم از آیاتم افراد متکبر را، اونا که در زمین بدون دلیل تکبر دارن، اینها را منصرف میکنم از آیات خودم. یعنی یک کاری میکنم که برن گورشون گم کنن. آیاتمو میگرده، یعنی یه آیه داریم تو قرآن میگه حبب علیکم الایمان، ایمان را محبوب شما قرار داد که لذت میبرید از عشقی که به اسلام و قرآن و پیغمبر و اهل بیتش دارید. اصلا همین که گاهی انسان مؤمنون دوست داره، آدم هستن بعکسن، اصلا مؤمنون دوست ندارن، جنتکارا رو دوست دارن. این که انسان چیچه رو دوست داشته بشه که از نعمتهای خداست. خداوند میتونه کاری بکنه که انسان اولی که غذا خوب دوست داشته باشه، غذای فاسد دوست داشته باشه. حسن بده که هوا خوب بخوره سیگار بکشه. خب این یه مرحله ضعیفشه که پولش رو آتش میزنه، هواش هم خراب میکنه. به جای هوای سالم هوای آلوده میخوره. میگم من میتونم کاری بکنم که شما رو منصرف کنم از هوای سالم به دود. این نمونهش سیگاری. البته نمونه ضعیف. میتونم کاری بکنم که به جای پیغمبر منحرفین رو دوست داشته باشید. سأصرف عن آیاتی، من منصرف میکنم از آیات خودم. کیا رو منصرف میکنی؟ اونایی که در زمین به ناحق متکبرن. خواهی متکبرین کیان؟ علامت تکبر نه. میگم و اینگر و کل آیت لا یؤمنو، هر معجزهی ببینن اینها ایمان نمیارن، متکبرن. و اینگر و سبیل رشد لا یتخذوه سبیلا، راه رشد رو بهش میدی میگی بیا درس بخون، نمیاد. و اگر او سبیل الغی اتخذ، اگر راه انحرافی باشه میگه بریم معتاد بشیم، میره بریم کتابخونه، نمیاد بریم معتاد بشیم، میاد بریم دیدن دانشمند، نمیاد بریم دیدن اون آدم هرزه، میاد فیلم علمی رو حال نداره گوش بده. اگر پا اینترنت هم میشینه بحث علمی میشن، پا اینترنت میشینه مثلا برای چیزای فاسدش. اینا علامت متکبره، اینا معلوم شد خدا سیریشون زده، دلشون را به جای حق به باطل گرایش داده. خیلی مهمه. ربنا لا تزغ، امام کاظم فرمود علامت عاقل اینه که ای آیه را زیاد بخونه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد از، خدای بعد از اینکه من هدایت کردی دلمون چپه نشده. یه وقت انسان از آدم کشتن لذت میبره، یه وقت انسان از دزدیدن لذت میبره، افرادی هستن از کلاهبرداری لذت میبره، افرادی هستن پشت ماشین میشینه بوق میزنه جلوش اون که پیاده میره میپره بالا پشت بالا کیف میکنه، اصلا لذت میبره که مؤمن رو ترسون، لذت میبره که جنس گرون شد و یه سود خوبی گرفتش. میگه خب الحمدلله مثلا این گرون شده، حالا قصه نمیخوره که گرون شد مردم ندارن، قصه میخوره گرون شد خودش به پول رسید. افرادی هستن که این رقمی یعنی نسخ میشن، مسخ میشن، چپه میشن، به جای خوبا بدا رو دوست دارن، به جای علم هرزگی رو دوست دارن، به جای هوای سالم هوای آلوده رو دوست دارن و به جای و به جای یه رو سبیل رشد لا یتخذوه سبیلا. 30 تا حدیث، 1000 تا حدیث، 500 تا شعر، خاطرات خوبی گفته
این گوش نمیدن. اما اگر حالا یه چرندی بگه، این چرند فوری رو عکس رو موبایل رو یعنی هی ضبط میکنن، هی به هم نشون میدن که دیدی چی گفت بابا، آخه این دو دقیقه یه حرف رو زده، هزار صد حرف خوب زده، حال دو دقیقه یه حرف چرندی زده، اون چرند رو ضبط میکنن پخش میکنن. افرادی هستن که اگر راه رشد ببینن نمیرن، راه کج ببینن میرن. ذالک بانهم کذبوا بآیاتنا، اینها به خاطری که آیات ما رو تکذیب میکنن و از آیات ما غافلن. خب متکبرین باید بدونن که از هدایت ایمان محروم میشن، خداوند بی جهت لطف خودش از کسی بر نمیگردونه، چون اینا متکبرن. سأصرف، چرا خدا اینا رو منصرف کرد؟ یتکبرون، چون متکبرن. یه مثال بزنم، دوز میره تو خونه شما دزدی کنه، شما وارد خونه میشه میگه ای کیه این، مثل که سارقه دزده، میگونیم کجا میره، تا مثلا میره طبقه پای میره زیر زمین، فوری میدوید در قرص میکنی زن میزنی به پلیس، الو بیا یک دزدی سارقه اومده منزل ما، دزده پلیس میاد و میگه آقا این در رو ما قرص کرده، میگه بله من در رو قرص کردم، میدون چرا؟ تو خودت با پا خودت اومدی، چون با پا خودت اومدی دزدی، منم در رو قرص کردم. خدا هم کار میکنه، کسانی که یتکبرون با اراده خودشو تکبر میکنن، سأصرفه، خدا مهر میزنه، تبع الله، ختم الله. اونجایی که خدا سیلی میزنه به خاطر که خودمون یه کاری کردیم، خودم زاغ و عذاغ الله. خدا بی جهت کسی رو از آیات خودش منصرف نمی کنه. این نتیجه ای عمل کرده خود انسانه. سأصرف، چرا اصرف؟ چرا خدا اینو منصرفش کرد از این که بره سمت حق؟ چرا روش از حق برگردون رفت سراغ باطل؟ برای که یه تکبرون. حالا تکبر بره چیه؟ تکبر به خاطر تصورات موهومه به غیر الحق. اینا که متکبرن خیال میکنن. حضرت امیر میگه بیا چت متکبری، اولو که جیفه، اولت که یک قطره منی یا یه اسپرم بوده، بعد از مرگم که جیفه و مرداری، یه لاشه بد بود. بین اون نطفه و این جیفه هم الانم که زنده هستی و خیلی شارژی، میدونی تو شکم چی چیه؟ تو روده بزرگ چیه؟ حالا نمیخوام بگم، من حامل عربیشو میگم، حامل العذره. یعنی میخواد بگی که یه خورده باد دماغت کم کن. دلیل تکبر اینه که انسان گاهی یادش میره، یادش میره چقدر ضعیفه. خدا برای که تکبر منو بگیره خیلی آیه داره، گاهی میگه من ضعف، من نطفه، من سلسال، من همه مسنون، من ما مهین، من ما دافق، هی میگه یادت نره چی بودی، با لحنهای مختلف میگه یادت نره چی بودی. بعد میگه میدونی چی میشی؟ پیر میشی، لا تعلمون شیئا، دیگه همه محفوظاتت فراموش میشه، دا لا تقدرون علی شی، لا یقدرون علی شی، هی میگه ضعیف بودی، ضعیف میشی. بعد میگه الان هم چیزی نیست، با یه اراده میگیریم، ان یشا یذهب کن، اصلا پودرت میکنیم، باید که به خلق یه گروه دیگه میاریم، میبریم دیگه گروه دورو میاریم، زنده بادا میشه مرده باد، خوشگلی ها میشه چین و چلوک. همش قرآن آیاتی رو گفته که ما متکبر نشیم. گاهی مثلا میگه سبح لله، یسبح لله، هم ماضی میگه سبح، هم ماضی دارم میگه یسبح، هستی دارن سبحان الله میگن، حالا دو رکعت نماز خوندی چه خبرته؟ اولیاء خدا هر چی داشتن در راه خدا دادن، حالا دو تا فلس پول دادی کاری نکردی، اونا جون دادن. بنابراین ما هی یادمون بشه که دیگران از ما بهترن، چقدر از ما باثبات‌ترن، چقدر از ما ایثارترن، که یعنی غرور ما را نگیره. اگر ما متکبر بشیم وقت خدا ما رو رومونو بر میگردونه، یعنی روی روحمونو، دلمونو بر میگردونه، دیگه حق رو دوست نداریم، خوبا رو دوست نداریم، تقوا رو دوست نداریم، علم رو دوست نداریم، از علم، از تقوا، از خوبا متنفریم، میریم سراغ هرزگی. استمرار غفلت، استمرار تکذیب، این خطرناکه. ذالکه به انهم کذبوا بآیاتنا و کانوا عنها غافلین.
انسان هم آزاده، یتخذوه یتخذوه، میخواد این راه میگیره، این راه میگه لا یتخذوه سبیل، او را یتخذوه. تو این آیه هم داریم لا یتخذوه، هم داریم یتخذوه، این راه را نمیره، او راه میره، یعنی پیداست انسان آزاده، میخواد این راه را میره، میخواد او راه را میره، انسان آزاده. خلاصه ای آیه 346 هم اینه که کسانی که متکبرن و تا فساد ببینن عاشقانه دنبالش میرن، تا خب ببینن نمیرن، اینها به جای میرسه غفلت و تکبرشون که خدا اینها رو محروم میکنه از هدایت. خدا تو رو به حق محمد و آل محمد، خودت وقت غفلت دستمون رو بگید، از اونها باشیم که همیشه حقگرا باشیم. حقگرا یعنی تو آدم ها آدم های حق، تو راه ها راه حق، حرف حق، کلام حق، همیشه به سمت حق برویم. اگر یه وقت به سمت باطل رفتیم، معلوم شد خدا داره به ما سیلی میزنه. سیلیش اینه سعد صفان آیاتی، من اینا رو منصرف میکنم از حق. چرا؟ برای که یه تکبرون متکبر رو از حق منصرفش میکنم، برای سراغ باطل. خب آیه 346 هم تمام. و السلام علیکم و رحمت الله.